اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف دهم، کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها. مطابق با دستور کار هدف دهم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف دهم عبارت است از کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که 40% کل جمعیت را شامل می شود به بالاتر از میانگین ملی تا سال 2030. 2. توانمندسازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه قشرهای جامعه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره تا سال 2030. 3. تضمین ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه، از جمله از طریق از میان بردن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ترویج قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه. 4. سیاست‌گذاری به ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر. 5. بهبود سازماندهی و پایش مؤسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای این گونه از قوانین. 6. تضمین حضوری پررنگتر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها در مؤسسات مالی و اقتصادی بین المللی، با هدف تبدیل این مؤسسات به نهادهای مؤثرتر، مطمئنتر، پاسخگوتر و با دارا بودن مشروعیت قانونی بیشتر. 7. تسهیل جابجایی مرتب، منظم، ایمن و مهاجرت مسئولانه مردم، از جمله از طریق اجرای سیاست‌هایی که در زمینه مهاجرت به خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت شده‌اند. 10. الف، اجرای اصل انجام رفتاری ویژه و متمایز در برابر کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، در راستای موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی. 10. ترغیب به ارائه کمک‌های رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آنها از همه بیشتر است، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای آفریقایی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و در حال توسعه محصور در خشکی.
این کمک‌ها در راستای مقررات ملی کشورها ارائه خواهد شد. از جمله راه‌های ارائه این گونه کمک‌ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. 10 جیم کاهش هزینه‌های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از 3% و از بین بردن روش‌های حواله کرد با هزینه‌ای بالاتر از 5% تا سال 2030. نابرابری جهانی عظیم است و یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار و مبارزه با فقر است. در سالهای اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. نابرابری فرصتهایی را برای گروههای اجتماعی برای مشارکت و تأثیر قابل توجهی در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محدود می کند. بنابراین هدف 10 بر کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها تمرکز دارد. به طور مشخص اهداف 10 حمایت از رشد درآمد پایدار را به فقیرترین 40% از جمعیت جهان و دستیابی به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای همه تا سال 2030 می‌رسانند. هدف 10 اهداف ایجاد فرصت‌های برابر برای از بین بردن قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌ها و شیوه‌ها در حالی که تسهیل مهاجرت و ایمن مرتب و ایمن انسان به وسیله اجرای سیاست‌های مهاجرت صحیح برای مثال. همچنین نمایندگی افزایش یافته و صدای بیشتری برای کشورهای در حال توسعه و در تصمیم گیری در نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی فراهم می کند. انسانها با یکدیگر یک برابری ذاتی و یک برابری ارضی دارند. برابری ذاتی یعنی اینکه انسانها همه از یک جنس و گوهر خلقت آفریده شدند. یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تأثیری در برتری افراد ندارند و برابری ارضی هم برابری در مقابل حقوق و تکلیف است. انسان‌ها در مقابل تکالیفی که از سوی مرجع صالح یا قانون‌گذار وضع شده برابرند و اگر تکلیفی که در یک موقعیت حقوقی وجود داشته باشد، هر کسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مکلف است و اگر کسی در جایگاه یک متهم قرار گرفت، همین که متهم شد، سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در آن موقعیت نباید دخالت داشته باشد. اهداف عبارتند از ترویج نرخ رشد بالاتر برای دهک‌های 40% پایین، ترویج مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کاهش نابرابری در فرصت‌ها و نتایج، حصول اطمینان از حمایت اجتماعی برای همه، تأمین مشارکت در تصمیم گیری اقتصادی، تسهیل مهاجرت و کاهش هزینه‌ای انتقال برای مهاجرین. اسناد بین‌المللی حقوق بشر در کنوانسیون‌های متعددی هدف 10 را مورد تأکید قرار داده‌اند. 1. حق بر برابری و ممنوعیت تبعیض. برابری و رهایی از تبعیض از زمره اصول پایه‌ای قوانین بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌روند. همه انسان‌ها بدون هیچ گونه تمایزی حق برخورداری از تمامی موارد قید شده در قوانین حقوق بشر را دارند. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 5 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.
ماده 8 اعلامیه حق بر توسعه، ماده 2 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ماده 7 کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان، همگی بر این اصل بنیادین حقوق بشری تأکید کردند. 2. حق بر مشارکت اجتماعی، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26، ماده 5 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 29 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده 8 اعلامیه حق بر توسعه، ماده 7 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 3. حق بر تأمین اجتماعی، ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8 و 9 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 28 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. 4. بهبود شرایط مهاجرت در سطح بین المللی، ماده 64 کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان. 5. حق مهاجرین بر انتقال درآمد و پسنداز خود، ماده 47 کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان. نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین داخلی ایران. در بند 9 اصل 3 قانون اساسی عبارت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی آمده است که بر مبنای آن اساساً دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند. اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار دانسته و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها را سبب امتیازی ندانسته است. اصل 20 قانون اساسی تأکیدی بر اصل 19 است که به طور عام همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بر اساس ماده 15 قانون اساسی، هرچند فارسی زبان رسمی است، اما افزودن بر آن استفاده از زبان‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای در مطبوعات و رسانه‌ها و نیز برای آموزش ادبیات آنها در مدارس مجاز است. طبق اصل 22 قانون اساسی، هم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و در اصول بعدی تا اصول 33 عقیده، نشریات، عدم تفتیش عقاید، عدم کنترل نامه‌ها و مکالمات و تشکیل احزاب، اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرطی که مخل نظم اجتماعی نباشد مورد توجه قرار داده شده است.